به نام و یاد عزت متعالی با عرض سلام به این برنامه آغاز روز با من احمد شعیب صدیقی خوش آمدین. در این برنامه تا دو ساعت دیگر به تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان و بحث و بررسی موضوعات مختلف و مهم میپردازیم. در بخش اول برنامه آغاز روز میپردازیم در مورد فواید صحیح ماه مبارک رمضان و همچنان رابطه روزه گرفتن با صحت. این همه موارد را با آقای دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزیر صحت در امور معالجه‌ای به بحث خواهیم گرفت. آقای صدیقی سلام بر شما، خیر خوش آمدین. در ابتدا بشه بگوین که فواید صحیح ماه مبارک رمضان از چه قرار است؟ به نام خدا و ما هم به نوبه خود خدمت شما همکاران عزیزتان و بیننده های عزیزی که هم اکنون در خدمتشان قرار داریم تقدیم میکنم. امیدوار هستم که روزهای رمضان را به خوبی پیش سر گذاشتنده باشند و توفیق بده به شما خداوند متعال که روزه را به صورت کل به اتمام برساند. بدون شک زمانی که ما از روزه گرفتن یا از رمضان صحبت میکنیم، در هنگام گرفتن روزه روش خورد و نوش ما دچار یک تغییر میشه و زمانی که وجود بر حسب عادت معمول روز سه بار غذا میگیره و با اقفای مختلف مایات به قدر کافی گرفته میشه و یک روند عادی فیزیولوژیک است و هنگام روزه این روند تغییر میکنه. بنابراین خود از این تغییر میتونه که یک سلسله اثرات صحی را از خود بجا بگذاره. خب در نخست بدون شک ما شما منیس مسلمانان یا مؤمنین خوشحال هستیم که یک بار دیگه ماه رمضان فرا رسید و هم اکنون قرار است که 15 روز یا 14 روز رمضان را پیش سر بخیر سپری کردیم و از فیوزات یا از فواید دینی که از یادرس خداوند متعال نصیب ما شما گردانیده از او مستفید میشیم. فواید صحی هم در قبال داره، البته برای اشخاصی که از لحاظ صحی و از لحاظ تندرستی در یک شرایط خوب قرار داشته باشند میتونن که از گرفتن رمضان یک سلسله فواید صحی هم به حساب بگیرن و او به شرطی است که روزه به مو ترتیبی که فلسفه که گفته شده به مو ترتیب عملی شود، یعنی اساس روزه گرفتن کم مصرف کردن غذا است، یعنی باید که یک مقدار کم غذا گرفته شود که به حد انرژی به وجود بده که بتونه فرد فعالیت های روزمره اعضای مختلف بدنش تامین شود به مقدار انرژی که به او نیاز است. اگر ما یک مرور داشته باشیم بر شیوه خوردنوش انسان ها، بررسی ها نشان میده که اکثریت انسان ها بیش از حد نیاز غذا میگیرند، یعنی یک مقدار انرژی زایدی که از اثر همی روش معمول یا عادت پرخوری نزد همه انسان ها است گرفته میشه، این همی انرژی زاید باعث یک تعداد امراض میشه. زمانی که ما روزه میگیریم و کم خوراکی میکنیم و یک مقدار کم غذا میگیریم، باز هم تاکید میکنم که مقدار کم غذا نه ای که یک تعداد عادت دارن زیاد پرخوری میکنند در ماه رمضان که او باز نمیتونه که از این فواید صحی مستفید شود. زمانی که ما مقدار کم غذا میگیریم این انرژی زاید در بدن ذخیره نمیشه و به علاوه یک مقدار از انرژی های ذخیره شده وجود در این هنگام به مصرف میرسه و این خود باعث میشه که یک تعداد ناجوری ها را پیشگیری بکنه. خب یک تعداد زیاد از ناجوری هایی که ما در کاتگوری ناجوری های متابولیک میشناسیم مثل اضافه وزن، چاقی که بالاخره اینا خودش پیش زمینه است به اکتیات ناجوری های زیاد دیگه قلبی، فشار خون، سکته های مغزی و حتی سرطان ها، سرطان های روده، تکالیف گرده، اینا دیگه با گرفتن رمضان و کم خوراکی و کم گرفتن انرژی باعث میشه که فرد یک مقدار وزن ببازه و بالاخره بتونه از شر یک تعداد از ناجوری ها نجات پیدا بکنه. و اما باید متوجه هم باشیم که در موقعی که ما فعلا قرار داریم در مواقع گرم سال زمانی که روزه اتفاق میفته
و زمانی که فاصله بین سحر و افطاری هم تقریبا 16 تا 17 ساعت می باشد این مواقع سال، یک تعداد مشکلات سیر هم می تواند روزه گرفتن به بار بیاره. به مخاطر است که در دین مبین اسلام صراحت دارد که شما خود به هلاکت نندازین و در تمام امور به شمول عرصه دین باید که اعتدال را از خود پیش کنین و افراط نکنین. اما با تاسف دیده میشه که یک تعداد از هموطنان ما با وجودی که مریض هستند بنابر شوق علاقه زیادی که دارن، بنابر اخلاصی که به احکام دین دارن، میخواین که به یک فرط علاقه با وجودی که از لحاظ صحی آماده نیستن میخواین روزه بگیرن. مثلا من دیدم خانم های باردار را که آمدن به معاینه خانه و میگن که من روزه هستم که هیچ حساب لازم نیست که روزه بگیرن، که حداقل متوجه خودشان اگر نیستن متوجه طفل که در بطنش برش میفه باید باشه، و یا افراد کهنسال، افراد جوانایی که هنوز برشان روزه فرض نشده اینا. در خصوص اگر بیشتر بگین که مشخصا خانمایی که عامله هستن در صورت هستی که اگر روزه میگیرن چقدر میتونه که تاثیرات همچنان بالای طفلشان داشته باشه؟ خب بدون شک مثلا من زمانی که یک خانم باردار میباشه با علاوه از اینکه نیازمندی های وجود خودش مطرح هست که باید از با خوردن کافی، مقدار کافی آب، غذا و مایات و ویتامین ها و سبزیجات و گوشت و میوه و اینا تامین شوه، باید که یک مقدار انرژی، اکسیژن، خون و مواد کافی را مغذی را به طفلکی که در بطنش در حال رشد است را باید تامین بکنه. و زمانی که در رمضان این مقدار مورد نیاز تامین شده نمیتونه، اثرات خود به جا میگذاره، یعنی میتونه رشد بطی شود. بله بله، و از مشکلات دیگر هم میتونه به بار بیاره که بالاخره باز بعدها در زمان ولادت مشکلات را شاید پیش بکنه و طفل کم حجم شود، وضعیتش خراب شود، یا بالاخره مایع داخل رحم کم شود. و خواهی از این قبیل که متخصصین نسایی دیگر برنامه هایی داشتین حتما توضیحات دادن، ولی ما میخواییم در کل صحبت بکنیم که زمانی که یک فرد تصمیم میگیره که روزه بگیره، خب اگر ساعتش کاملا خوب است و سن و سالش در محدوده است که دین مشخص کرده، هیچ مشکلی نداره. ولی وقتی مریض است، وقتی توانش نداره، وقتی روزه میگیره تجربه میکنه که مشکل برش ایجاد میشه، حتما باید به یک طبیب حاذق مراجعه بکنه و در مشوره با او تصمیم بگیره که روزه را بگیره، ادامه بده یا نده. بله. حالا در خصوص این بگوین که اشخاصی که مصاب به تکلیف معده هستن و بیشتر اگر اسید معده شان بلند میباشه، در جریان روز این که روزه می داشته باشن با گذشت چندین روز از ماه رمضان بیشتر به طوری که خودشان گفتن تکلیفشان زیادتر میشه و در جریان روز اسیدشان بالا میاد، بیشتر در خصوص اگر به شکل علمی و اساسی بحث داشته باشین که مشخصا این افراد زمانی که افطار میکنن باید چگونه خود تغذیه بکنن و زمانی که سحری میخورن. بسیار خوب. خب در شروع صحبت ها گفتیم که از فواید صحی روزه نزد یک کسی که کاملا صحت است و بخصوص افرادی که یک مقدار مثلا وزنشان زیاد است یا تکلیف فشار خون و مثلا پرچربی خون و مشکلات دیگه امراضی که از نام گرفتم دارن را از این درک یا از گرفتن روزه فوایدی هم برشان میرسه. و اما مشکلات را هم گفتیم ببار میره. ابتدایی ترین مشکلی که یا یک مشکل معمولی که همه روزگیری ها میتونن افرادی که روزه میگیرن با او مصاب شون یا او را تجربه بکنن، ناراحتی های هضمی است. یکی کسایی که واقع از قبل تکلیف دارن میده او را جدا صحبت میکنیم، و یکی در مجموع پیشتر گفتم زمانی که روند عادی غذا خوردن و خورد و نوش تغییر میکنه، مثلا بعد از تاخیر 16 ساعت 17 ساعت دفتن اگر ما شروع میکنیم به غذا خوردن به عجله به سرعت و دفتن هم چون گرمی است مقدار زیاد مایات و مایات سرد میخوریم، معده آماده نیست برای پذیرشش. بعد از 16 ساعت استراحت معده در حالت که خالی باشه جمع میباشه. بله. و برای اینکه آماده شوه برای گرفتن غذا و به صورت طبیعی کار بکنه باید برش فرصت بدیم که آیستا آیستا آماده شوه، چون یک زمان خود فورا باز نمیکنه، این به تدریج باز میشه. به خاطر اگر در شروع عجله شوه به غذا خوردن و با مایات سرد زیاد فرد به حساب تمایل نشان میده و میخوره، میدیش گرنگ میشه، یک مقدار گرنگی و فور اشتهایش میسوزه، این حالت تجربه میکنه. اگر این تدریجی غذا بگیره و در شروع یک مقدار از یکی دو گلاس مایات شیرگرم یا چای سبز یا یک گلاس شیر یا
حداقل یک نوشابه که گازدار نباشه و سرد نباشه استفاده بکنه با یک دانه خرما. بعد نماز بخونه، بعد روز باز یک گلاس دو گلاس چای شیرگرم مصرف بکنه، یک 15-20 دقیقه بعد باز آهسته آهسته غذا بگیره، مشکل ایجاد نمیشه. خب اما کسایی که سوال شما مطرح کردین که مشکلات هضمی دارن، ما چند دسته مشکلات هضمی را یا تکالیف معده را به حساب میشناسیم. یکی که ارتباط با گرفتن روزه داره، موضوع برگشت اسید از معده به طرف میری است، دیگه زخم های معده است و سوی هاضمه وظیفه بیست، یعنی تکالیف معده است که در اوج معده کاملا سالم است ولی فرد با گرفتن بعض از غذا احساس ناراحتی در قسمت بالای شکم یا معده میکنه. این افراد با گرفتن روزه مشکلاتشان یک مقدار امکان داره زیاد شوه. اگر ببینیم شیوه غذا خوردن که بیشتر غذاهای هوسخانه و به حساب تند و تیز و بریان شده و سرخ شده و پر روغن و پر انرژی مصرف میشه، این باعث عطالت معده میشه و ضمن همین غذا اکثرش کمک میکنه که برگشت اسید از معده به طرف میریره بیشتر تسهیل بکنن و ناراحتی های امو تیزاب معده که برگشت میکنه به صورت معمول مردم را اسیدیتی معده میگن ایره زیاد بسازه. و با این ترتیب سوی هاضمه وظیفی هم میتونه که مشکل ناراحتیش زیاد بکنه. اما این دو کاتگوری افراد به حساب مجبور نیستن که روزی خود بخورن و به خاطر این ناراحتی های جزئی که بهشان پیدا میشه. اما اشخاصی که مصاب به زخم معده هستن در دوره که زخم معده به صورت فعال بعد از اینکه یک دکتر معاینه میکنه و تشخیص میشه، در این دوره باید روزه نگیرن، دوای خود مثلا نوشجان بکنن، بعد از اینکه ساعتشان اعاده شد و زخم معده ترمیم شد باز میتونن روزه بگیرن. حالا آنطور که شما در صحبتتون فرمودین در مورد بعض چربی های اضافی، همچنان میشه بگوین که مشخصا در صورتی که روزه گرفته میشه گفته میشه که چربی های اضافی همچنان از بدن از بین میره و کاهش پیدا میکنه، در خصوص موثریت ازی بگوین در صورتی که اگر چربی ها در بدن وجود داشته باشه، البته چربی های اضافی چقدر میتونه که نقص داشته باشه به بدن و در صورتی که چربی های اضافی از بین میره چقدر موثریت خود میتونه داشته؟ در بخش صحت یا در علم طب رابطه به حساب شحم مشبوع و غیر مشبوع، دو نوع شحم است که ما شما رو مصرف میکنیم، یا می روغن یا ماده چربی، این رابطه اینا با صحت بسیار به صورت واضح شناخته شده. یک بخش از این چربی ها که در وجود به صورت از غذا خوردن زیاد ذخیره میشه، اینا موجب یک تعداد ناجوری های زیاد میشن که از جمله سخت شدن شرایین یا تصلب شرایین، بالاخره بالا رفتن فشار خون، تنگ شدن نلک های قلب و به این ترتیب تنگ شدن شرایین یا رگ های دماغ و بالاخره فشار خون که بلند میره و همین سخت شدن شرایین باعث سکته های مغزی اینا میشه. و در عین زمان رابطه یک تعداد زیاد از ناجوری های دیگه مثل سرطان هم با امی شحمیات حیوانی ارتباط داده شده، اگرچه اکثرا به این فکر هستن که از گوشت سرخ یک تعداد ناجوری های از جمله ناجوری سرطان پیدا میشه، ولی باز هم عامل اصلی در امی گوشت سرخ روغن حیوانی است. بنابراین وقتی در افراد به صورت معمول گفتیم پیشتر که به صورت عادت بیش از حد غذا میخورن، این می غذای چرب هم چون غذای چرب مقدار طعمش خوشمزه است و بیشتر افراد علاقه داره به او که او را مصرف بکنن و این ذخیره میشه در وجود و باعث ایجاد همین ناجوری ها میشه. و گرفتن روزه هم که پیشتر هم تاکید کردم اگه به صورت درست تعقیب شوه که مقدار کم غذا مصرف شوه و مقدار مایعات کافی باشه ولی غذا کم باشه، اینه که انرژی کم فرد بگیره تا بالاخره وجود مجبور شوه که کمبود انرژی 24 ساعت خود از ذخایر وجود پوره بکنه. و در این حالت است که این می شحم اضافی و پروتئین های اضافی در وجود در هنگام روزه گرفتن به مصرف میرسه و بالاخره فرد وزن میبازه و این کمک میکنه که از ابتلا شدن به این ناجوری ها در دراز مدت اگر این روش را تعقیب بکنه پیشگیری بکنه. حالا میخوایم یک توصیه داشته باشین در مورد خوردن سحری، زمانی که به سحری بیدار میشن بیشتر چگونه است، چگونه غذاهای استفاده بکنن، اگر لبنیات استفاده میکنن از چگونه لبنیات استفاده میکنن و تا چه حد میتونن غذا بگیرن در سحری؟ بسیار خوب، سوال خوبی را مطرح کردین. تا جایی که دیده میشه یک تعداد از هموطنان ما حتی سحری یا نمیخیزن یا میخیزن صرف یک گلاس آب میخورن، یک به اساس معادت و تنبلی که اکثر انسان ها فطرتاً داره، و یا ای که سحری میخوره فوراً خواب میکنه،
یعنی هر دوی از این حالت درست نیست. اولی که باید وقتی میخزن به سحری باید غذای نوشجان کردن، بعد از او باز باید نماز صبح بخونن یا کمی پیاده گردی ورزش بکنن یا تلاوت قرآن عظیم شان بکنن و فورا نخوابن که این ادلاسی خوب نیست. و دومی که انواع غذایی را که باید مصرف بکنن، سوالی که شما مشخصا اشاره کردین که باید در نظر گرفته شود، چون فعلا ما در یک موقع گرمای سال قرار گرفتیم که رمضان آمده، باید غذایی را مصرف بکنن که در طول روز نیازمندی مصرف آب وجوده بالا نبره و ضمناً غذایی را نوشان بکنن که دو یک مقدار آب بیشتر ذخیره شده بتونه با وجود تا دچار ناراحتی و در طول روز نشن. خب از جمله غذای پروتئینی، غذای پنیرهایی که نمک زده هستن یا شور هستن و غذای چرب باید مصرف نشه. خب یک مقدار کمی از مواد پروتئینی، یک مقدار میوه، میوه‌جات بخصوص مثلا آم، تربوز یا سیب، اینا اگه مصرف شوه میتونه که یک مقدار آب کافی رو برای وجود تامین بکنه و برعکس اگه چربی زیاد، پنیر و مواد و غذای نمکی اینا زیادتر مصرف شوه، باز در طول روز نیازمندی به آب زیاد میسازه و فرد را دشنه و ناراحت میسازه. بله. حالا یعنی حالا که در فصل گرما رمضان آمده، بیشتر میگین که چگونه باید استفاده بکنن، از مایات زیادتر استفاده بکنن که در جریان روز احساس تشنگی زیاد نکنن؟ بله. خب طبیعتا علاوه از مواردی که گفتم در ارتباط انواع غذا باید در نظر بگیرن، کوشش کنن که تا حد امکان از مواجهشتن به شعای آفتاب جلوگیری بکنن، بپرهیزن، چون خطر گرمازدگی یا آفتابزدگی و جلزدگی هم مطرح است و بخصوص اوید از هموطنان عزیز ما، بخصوص بیچارهایی که عین زمان مجبور هستند در زیر آسمان صاف و یا در معرض شعاع آفتاب کار بکنن و نفقه فامیل خود پیدا بکنن و همزمان روزه هم میگیرن، اینا واقعا در کاتگوری پرخطر قرار دارن از لازم مسئله آفتاب زدگی. اینا هم باید توجه بکنن که تا حد امکان اگر کارشان به نهایت شاق است باید روزه نگیرن، در یک مشوره با یک عالم دین باید تصمیم بگیرن و یا ای که کوشش کنن که با وقفه ها کار بکنن و از زایش شدن بیش از حد آب عرق نکنن که خطرات سیره، از جمله آفتاب زدگی درجه شدیدش بسیار خطرناک است، باید جلوگیری شود. حالا در مورد طرز غذا گرفتن پس از ماه رمضان همچنان اگر یک بحث داشته باشین، زمانی که عید فرا میرسه بیشتر مردم به مهمانیایی که میرن غذاهای زیادتر استفاده میکنن و حتی تا جایی که مردم بیشتر شاهد هستن از اینکه پرخوری زیاد میکنن یا از غذاهایی که به تدریج نمیگیرن باعث از این میشه که حتی بستری میشن در شفاخانه ها. اگر در این خصوص بیشتر بگوین که چه باید بکنن که دچار یک چنین امراض نشن؟ بسیار خوب. اول خواهی اگر شبه که یک دو سه روز پیش دید یک بار دیگه ما رو دعوت بکنین که تازه به ذهن هم وطنان ما باشه و امیدوار هستیم بخیر عید سعید فطر به زودی فرا برسه بخیر و روزه به اتمام برسه و ما توفیق اتمام زیر به خداوند بر ما عنایت بفرمایه. واقعا آنچه شما فرمودین همونطور است. بعد از اینکه روزه گرفتن خلاص میشه، یک سلسله مشکلات صحی را یا ناراحتی را از این قبیل را میتونن روزه گیرا تجربه بکنن، مثل که در شروع صحبت ها حساب بیان کردم. زمانی که بار از فرد بعد از یک ماه طوری عادت میکنه که باید سحر و افطار بعد از 24 ساعت دو بار به جای 3 الی 4 بار دو بار غذا بگیره و بعد از 16 ساعت گرسنگی و خالی بودن غذا میگیره، حالی که فورا باز به این عادتی که یک ماه به این ترتیب عادت کرده میخواه شروع بکنه به غذا خوردن به ترتیب دیگه که روز 3 بار 4 بار باشه، با دی صورت باز هم باید به احتیاط و به تدریج این روش تغییر بکنه. چرا؟ اگر فورا به روش قبل از رمضان مراجعه میشه و باز صبح غذا زیاد میگیرن، باز چاشت میگیرن آیسته آیسته تا که میده عیار میشه به این سیستم، ناراحتی های ایجاد میکنه و بخصوص غذایی که دیگه زیاد مصرف میشه اکثرا مواد قندی است و شیرنی باب است و یا هم گوشت و کباب و اینا زیاد میباشه در این روزها و بالاخره که چندین نوع غذا همزمان مصرف میشه
هم غذای چرب و گوشت اینا مصرف میشه، هم چون عید است همگی مصرف میکنه و انواع مختلف غذا سر سفره ها میباشه و تقریبا از باز مقدار کافی میوه و اینا را میخورن، این ناراحتی ها را زیاد میتونه ایجاد بکنه و خطر تسمم های غذایی و مشکلات دیگر میتونه با وجود بیاره، بخصوص کسایی که باز سنشان بالاست یا مریض هستن یا مریضی فشار بلند خون و شکر و تکلیف های قلبی دارن، فورا باز غذای چرب و اواسانه و نمکی و اینا را میخورن، خطر بلند رفتن آنی فشار و خون، فکت های مغزی و واقعات عاجل تیبی دیگر میتونه که در قبال داشته باشه. به خاطر بهتر است که به تدریج غذا بگیرن، احتیاط بکنن، پرخوری نبکنن و متوجه از این نکات باشن. و موضوع دیگه ای که باز اطفال عزیز که برشان پول ایدی داده میشه باز بیرون میبرن به بازار خوری و غذاهای غیر سیک در بازار است، از اینا استفاده میکنن، اینا هم توجه بکنن که ساعت اطفال نازنین ما هم خوب باشه. حالا در جریان ماه رمضان اشخاصی که بیشتر وزن میبازن و از وزنشان کاسته میشه از وزن قبلیشان، چگونه میتونن که پس از ماه مبارک رمضان دوباره امو وزنی که قبلا داشتن دوباره وزن پس داشته باشن؟ با در نظر داشتین موضوع، بعض اشخاص میگن که زمانی که رمضان خلاص میشه او اشتهایی که پیش از رمضان بود حال وجود نداره، به دلیل از اینکه در ماه مبارک رمضان بیشتر عادت کرده بودن به خاطر از اینکه چیز استفاده نکنن نخورن در جریان روز. در این خصوص تایی چگونه یک طرز عمل و پلان غذایی مشخص میتونن دوباره وزن قبلیشان داشته باشن؟ بسیار خوب، ماه رمضان یک تجربه نو است، یک آغاز نو است، یک تعدادی که در طول 11 ماه آهسته آهسته از رمضان گذشته به بعد بالاخره تنبل میشن و مسائل عبادات دینی و اینا کمتر میپردازن و دمای رمضان باز این مسئله جدی میشه. اول خوبیشی است که همین عادتی که دمای رمضان تعقیب میشه و تمام شرایطی که در شریعت درویزو تاکید شده که یک روزدار باید رو مراد بکنه، همین عادت کوشش شود که حفظ شود و جدا از اینکه مسئله غذا خوردن است که بازو تغییر میکنه، همین پرهیز از خشونت و از پرخاشگری فیزیکی، غیبت و از این قبیل گپا. و به این ترتیب از پرخوری وقتی که در رمضان ما میتونیم تاکید بیه است که باید غذا کم بگیریم، به حساب پرخوری در مجموع به صحت مضر است و همین حالت کم خوراکی باید حفظ شود و کسایی که اضافه وزن دارن، تکلیف هایی که پیشتر گفتم او را داشتن و در ماه رمضان تانستن که وزن اضافی خود را ببازن، دوباره پس به پرخوری رجوع نکنند که پس وزنشان زیاد نشه و یا سیگرت میکشیدن ترک کردن دیگه باید دوباره سیگرت نکشن. و اما کسایی که یک مقدار وزن خود از حد معمول باختن، خب رای چاره داره وقتی آهسته آهسته باز غذا گرفتنشان بر حسب عادت کم تدریجی زیاد بکنن هیچ مشکل نیست، پس دوباره وزن خود میگیرن، در این قسمت عجله باید نبکنن. اما کسایی که وزن اضافی داشتن و وزن باختن، اینا تاکید به این صورت میگیره که باید اینا همین کم خوراکی را دوام بدن، عادت پرخوریشان را دیگه دوباره پس اثر نگیرن، چرا اضافه وزن در مجموع خطرناک است یا از لحاظ صحی مضر است، ولی وزن معتدل و وزن وسط بسیار خوب است، چنانچه در دینم به تمام امور گفته که شما اوسط را بگیرید. بله، خیلی سپاسگزارم از حضورتان آقای دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور وزیر صحت در امور مالجوی. ما در برنامه های آینده همچنان شما را زحمت خواهیم داد در این مورد. زنده باشید. شما همچنان سپاسگزارم که تاکنون همراه من بودید. وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم. سلام مجدد و دوباره خوش آمدین. اکنون در مورد به این که چند قبل ما شاهد قرارداد ساخت بند برق بخش آباد ولایت فرا بودیم که به امضا رسید، در کنار موضوع همچنان تفاهم نامه توسعه بند برق کجکی در ولایت هلمند و این پس از گشایش بند برق سلما بود و در کنار ازی همچنان روز گذشته انتقال برق 220 کیلووولت به بامیان که امکان انتقال برق به سایر ولایت‌های مرکزی را همچنان میتونه فراهم بسازه بودیم. در کنار این موضوع، این که اهمیت برق رسانی در افغانستان چقدر در حال حاضر میتونه که یک نیاز مبرم باشه و در کل چگونه میتونه اهمیت اقتصادی بر مردم و در کل نظام اقتصادی افغانستان باشه، این که نقش آوردن برق در افغانستان و به کار افتادن بندهایی که
داخل خاک افغانستان است. چقدر میتونه تا بر رشد اقتصادی افغانستان یکی از گزینه‌ها و شاخص‌های اساسی باشه تا باعث از این شود که بیشتر بستر اقتصادی در افغانستان رشد چشمگیر و مناسب حتی در کوتاه مدت داشته باشه؟ این همه پرسش‌ها را با آقای تاج محمد تلاش، آگاه امور اقتصادی، در این بخش برنامه خواهیم داشت. آقای تلاش، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. در ابتدا اگر بر اهمیت استفاده و بهره برداری از بندهای برق از منابع خود افغانستان صحبت بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام با شما و تمام بینندگان شما. افغانستان 64 میلیون متر مکعب آب داره. سالانه سرازیر میشه. 64 میلیون متر مکعب آب بسیار بیشترین آب است. برای سکتور زراعت ما، برای سکتور بند برق ما، برای سکتور آبیاری و همچنان رشد صنعت بسیار مهم و ارزنده و اساسی است این موضوع. اما کنترل کردن از این کار ساده نیست. کار بسیار دشوار و بسیار مهم و بسیار اساسی، یک اراده بسیار جدی و مدیریت بسیار قوی را می خواهد. دیگه تابال این مدیریت ها یا اراده ها بوده نبوده، علت هایش چی بوده، این یک بحث جداگانه است. اما از 14 سال به این سو ما متواتر چندین بند شاید بودیم و دیزاینش، افتتاحش و همچنان آیندهش. به طور خلاص می خواهم از چند بند نام ببرم، شما هم قبلا نام بردین. بند برق کجکیس، بند سلماس از در ولایت فراس که نو ساخت دیزاینشان به همراه یک شرکت ایتالیایی تصدیق شد. بند برق وردگ است، همچنان سه توربین نوی که برای ولایت نورستان و به شهر پارون آورده شده، ما هم شاهد بودم که و هم در حالت نصب شدن است. به تمام بندها تا بال احصائی تخمینی که وجود داره صرف 40% آب ما کنترل و مدیریت میشه. از 64 میلیون متر مکعب 40%. 60% آب ما فعلا هم تا 65% به کشور همسایه میره بدون تکس، بدون مالیه و بدون ازی که ما از او استفاده کرده بتانیم. اما اراده هایی را که فعلا در حکومت میبینیم، بالخصوص رئیس جمهور، این برای ما و شما بسیار نوین بخش است. شاید در کوتاه مدت این پروژه های بزرگ ملی اقتصادی مفید نباشه یا کارشان دوام پیدا کنه، به خاطر که پروژه های بسیار بزرگ است و بسیار موضوعات تکنیکی میخواید. موضوعات تکنیکی یعنی به معنی ازی که دیزاین یک بند حداقل یک یا 1.5 سال در بر میگیره. تمام موارد سنجیده میشه، آبهایی که سرازیر میشه، آبهایی که سطح های بلند است، آبهایی که سطح های پایین است، آبهایی که مثلا چقدر میتونه که برق بیشتر وارد برق بیشتر صادر کنیم یا نه به دست بیاریم بالاخره صادر شوه، یا مثلا موضوع دو میشن چقدر زمین آبیاری کرده میتونه، ای با کدام ساحه باید آبیاری شوه و کدام ساحه تا در بر بگیره. این موضوعات ریسرچ و پروگرام و دیزاین از او بسیار وقت را در بر میگیره. اما برای افغانستان از نگاه اقتصادی نهایت مهم، ارزنده و ما و شما انشاءالله 5 سال بعد یا یک دوره بعد از ریاست جمهوری بهترین برق و بهترین حاصل منابع طبیعی افغانستان به دست آوردن برق و همچنان صادر کردن برق خواهد بودیم. برق در یک کشور روح است، جسم تعمیرات است، روح برق است. اگر روح نباشه، یعنی جسم بی جان، در پروژه های ملی اقتصادی مؤثر نیست. بنان از برق در صنعت استفاده کرده میتونیم، در زراعت استفاده کرده میتونیم، در تعمیرات استفاده کرده میتونیم، در صنعت استفاده کرده میتونیم، در فابریکات ذوب آهن و همه فابریکات خرد و ریزه و تصدی هایی که ما شما در افغانستان فعلا داریم از او استفاده کرده میتونیم. همچنان یادآور باید شد که ایران فراموش نکنیم که فعلا سویچ برق ما شما مستقیما مربوط داره با کشورهای همسایه. اگر خدای نخواسته روابط اقتصادی و سیاسی ما کمکی تیره شوه، ما با پرچوی هایی که چندین ماه قبل داشتیم با مو پرچوی های روبرو خواهد شدیم. این یک نویدی بسیار بزرگ در افغانستان است و این
پلان 60 ساله قبل بوده. این بندای برقی را که فعلا دیزاین میشه بله. یا فعلا افتتاح میشه 60 سال قبل سروی شده. شهید سردار داوود خان یکی از ارزوهای بسیار بزرگش بوده که آبهای افغانستان تحت کنترل داشته باشه. بنابراین تازه ترینش در ولایت نورستان و شهر پارون است که بهترین آب داره و موضوع بعدیش که هم ریسرچ شده و هم تحقیقاتی که به عمل آمده بند کنر است. یعنی ما بسیار درها و بندهای بسیار قوی داریم که با اندکترین سروی و همچنان دیزاین و یا سرمایه گذاری از کشورهای داخلی و از کشورهای بیرونی میتونیم که بالای او منطقه بند بسازیم و او بند برای افغانستان و پروژه های ملی اقتصادی افغانستان حیاتی بخش باشه. بله. حالا در خصوص هر بند اگر بیشتر صحبت بکنیم، اگر از بند برق سلم آغاز بکنیم، در کنار اهمیت و فواید اقتصادی که بند داره، بیشتر اگر صحبت بکنیم در کنار این مسائل و مسائل دیگر اقتصادی، گزینه هایی که باعث از این میشه، از جمله سرسبزی و منطقه، امار تاسیسات، اماکن مسکونی، فابریکه ها و تاسیسات دیگر، بیشتر چقدر باعث از این خواهد شد تا نظام اقتصادی افغانستان در چرخش بیاید و یک بهره برداری اعظم از یک چنین مورد اقتصادی داشته باشند؟ یقینا فعلا فی کیلووات برق در تصدی های خصوصی 35 الی 40 افغانی تبادله میشه. بله. اگر شما تجار باشین و یا بخواین که در افغانستان یک فابریکه صنعتی یا تصدی داشته باشین، خرد، بزرگ یا متوسط، اولین مشکلی که بر شما برمیخوره همو بل برق است، همو مصرف برق است. هر قدر ماشینالات یا ماشینری که در یک تصدی در حالت چرخش و یا تولید اموال باشه، این نیاز به برق داره. این نیاز به نیروی انرژی انسانی نداره، بلکه نیاز به نیروی انرژی برقی داره. و برق هم اگر به این مقدار پول گزاف گرفته شوه، هیچگاه ما شاید سکتور خصوصی در اقتصاد و رشد اقتصادی نخواد بودیم. چرا؟ در منطقه شما ببینین، در ترکیه، پاکستان، ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان و چین، شما ببینین پولی که در برق از تصدی های خصوصی در افغانستان گرفته میشه در این تمام کشورها نیست. از این بای ارزانتر است، بلندتر نیست. اینجاست که برای سرمایه گذار خصوصی زمینه رشد اقتصادی مساعد میشه. اینجاست که تولید 2-3-4 برابر میشه. اینجاست که هر سرمایه گذار خصوصی میخواه که در اون کشور سرمایه گذاری کنه، چی داخلی باشه و چی بیرونی باشه. شما ببینید در کشور چین به میلیون ها فابریک است. چرا؟ سهولت هاست، از منابع طبیعی خود بهترین استفاده کرده. در کشور ایران شما ببینید برق اکثریتش از گازات به وجود میاد، گاز مصرف میشه. در فابریکات ایران 90% گازات است. چرا؟ او کشور گازات زیاد داره، گازات زیرزمینی زیاد داره. به اساس افغانستان آبهای فراوان و همچنان ذخیره های فراوان طبیعی در کنار از او نشیبها و فرازهای داره. اگر بالای از این بندهای برق ساخته شوه، ما حتی صادر کننده برق با کشورهای منطقه خود بدیم. بنان از این لحاظ ما گفته میتونیم که در رشد اقتصادی ما سخت رول اساسی و مهم داره، هم در سکتور خصوصی و هم در سکتور دولتی. در کنار ازی ما میتونیم که در آینده به اساس پلان بسیار قوی ما کشورهای همسایه را به این وادار بسازیم که در افغانستان سرمایه گذاری خصوصی کرده بتانه. مثلا بسیار نمونه آشکارش میتونیم برای شما نام ببریم. معدن مس عینک لوگر بود. این چرا آیستا آیستا به سقوط مواجه شد؟ یگانه علتش بی برقی بود. معدن ها اکثریتشان نهایت نیاز داره که بالای انرژی برق بچرخه. بله. اما در ولایت لوگر کمپانی چینی که آمده بود، قراردادی که کرده بودن و استخراج مسی که ما شما در نظر داشتیم و در رشد اقتصادی کشور، متاسفانه او به وجود نامد. چرا؟ برق قیمتش بسیار بلند بود، توانمندی
کشور همسایه هم نبود که برای معدن ما برق داده بتانه و اهالی مردم و مصارف خود مردم افغانستان هم در برق زیاد بود، به اساس آیساش تدریجی لغو شد. بنان اینی بزرگترین معدن های ما و بزرگترین تصدی های ما و بزرگترین فابریکات ما اگر برق کافی برشان برسه، میتونیم که ما از او برق استفاده کنیم و در رشد اقتصادی ملی کشور خود بسیار نقش عمده و اساسی را داشته باشه. بله. حالا چند قبل همچنان تفاهم نامه توسعه بند برق کجکی هلمند با یک شرکت ترکی به امضا رسید و بیشتر در خصوص مردم اظهار خوشبینی کردند. در خصوص اگر بر اهمیت اقتصادی این بند یک تمرکز داشته باشه. یقینا بند برق کجکی یکی از بندهای بسیار مهم اساسی در حوزه جنوب و جنوب غرب کشور است. بله. این هم قبلا سروی شده بود، خواست های مردم هلمند هم همی بودند که برای ما باید بند برق ساخته شود. شما می فهمید که یکی از بزرگترین و پهناورترین ولایات افغانستان هلمند است. بسیار دشت فراوان داره، ریگزار هم است تا یک سرحد و تا یک سرحد زراعتی هم است. رشد سبزیجات در هلمند بسیار زمینش مساعد است. دو، رشد سکتور زراعت هم بسیار خوب مساعد است. و سوم، رشد صنعت. یعنی اگر ما فابریکات صنعتی، ای به ایمان اگر ما یک فابریکه صنعتی می سازیم، برای یک فابریکه صنعتی حداقل 10 تا 20 جریب زمین ضرورت است. اگر پالیسی طور ساخته شود که بزرگترین فابریکات صنعتی در ولایت فرا، هلمند، قندهار و همچنان فاریاب این قسمت ها ساخته شوه، این بسیار به نفع افغانستان است. یک طرف ریگیس زراعت حاصل نمیده، از طرف دیگه او دشت های بسیار بزرگ و پهناور داره، مساحت های بیشتری داره. همچنان این بنده های برق برای حوزه جنوب غرب نه تنها به شهر لشکرگاه یا مثلا برای ولایت هلمند، بلکه به حوزه جنوب غرب نهایت مفید است، بسیار ارزنده است، هم در سکتور زراعت، هم در سکتور صنعت، هم در سکتورهای تصدی های خصوصی. هر تجار میتونه که باز اونجا سرمایه گذاری کنه. یک ویژگی دیگه شکه که میخوایم اشاره کنم، مو هم مرز بودن با کشور پاکستان و ایران هستن. اگر تشویق شوند سرمایه گذارهای ایرانی و پاکستانی، من فکر میکنم که بهترین زمینه رشد سکتور خصوصی بالخصوص تصدی های خصوصی کشورهای همسایه در اونجا مفید است. موضوع بعدی که است، اگر نرخ برق با اساس ایجاد بندها بسیار برای تصدی های خصوصی و دولتی پایین شد تمام شد، با او اساس میتونه که هر کس در اونجا سرمایه گذاری کنه و دری باز رشد اقتصادی ما شما بسیار مهم و خیلی گرافشن به سرعت بلند خواهد شد. حالا روز گذشته یک امضای قرارداد لاین برق با بانک انکشافی آسایی و شرکت برشنا که همان انتقال برق 220 کیلوولت از بامیان دوشی بود. در این خصوص گفته میشه که در حدود 20,000 خانواده در مرحله اول در بامیان میتونه که از انرژی برق مستفید شوند. اگر بیشتر صحبت بکنین، بامیان از جمله ولایت های مرکزی بوده که تاکنون بیشتر توجه در خصوص برق رسانی برش صورت نگرفته. پس از این رشد سریع اقتصادی در بامیان و ولایت های همجوار چگونه ارزیابی کردین؟ یقینا بامیان یکی از ولایت های مرکزی است. در کنار از او از نگاه جغرافیایی برای مرکز نزدیکتر است و اکثر تا به حال مردم بامیان از نعمت برق هم نسبتا محروم بودن. این یک نوید بسیار مهم و باز اساسی است. اما جنجال هایی که بالای زی لاین به وجود آمد و این موضوع نسبتا سیاسی شد، این برای جامعه جهانی، برای کشورهای همسایه نسبتا ضعف مدیریتی ما را نشان میده. اما خوشبختانه در اواخر هم او موضوع هم حل شده. یکی از موضوعات اساسی که برای ولایت بامیان برمیخوره موضوع همی فرهنگ و تمدن است. بله. ما شما تقریبا حدودا 3 سال قبل شاید ازی بودیم که ولایت بامیان یکی از ولایت های بسیار بزرگ و قدیمی کشورهای منطقه از نگاه فرهنگ شناخته شد.
که او هم در یونسکو و اسسکو ثبت کردید، بالخصوص ترمیم بوت بامیان و ایجاد سرک ها و بعضی از تحولات. برق رسانی به ولایت بامیان اول زمینه سیاحت بسیار مساعد می سازد. به اساس سیاحت عواید به وجود می آید. عواید به خزانه حکومت می ریزه. زمانی که خزانه حکومت به پای ایستاده شد، رشد اقتصادی ملی ما بسیار سریع می شه و ما به پای خود ایستاد می شیم. کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه 30 تا 35% عواید خود از سیاحت ها به وجود میاره. زمینه را برای مسافرین خارجی مساعد می سازه تا از کشورهایشان دیدن کنه. زمانی که از کشور دیدن میکنه، طبعا مصارف تکس و مالیه به وجود میاد. او همشان به کشورهای در کشورهای اروپایی و در کشورهای منطقه مستقیما میره به خزانه ملی امو کشور. از این لحاظ ما گفته میتونیم که بامیان هم اگر ما 20,000 تا 25,000 خانواده از برق مستفید شوه، زمینی رشد اقتصادی برشان مساعد میشه، سیاحین منجمعین از او آثارهای باستانی ما شما دیدن میکنه و بالاخره پول به دست که آمد، خزائن حکومت به پای ایستاده میشه و امیدوار هستم که یک سیستم بسیار پاک و شفاف برشان مساعد شوه و این درست مدیریت شوه. مدیریت نشه که مثلا چندین نفر حلقه به وجود بیان و او زمینی فساد مساعد بسازه و او بالاخره با جنجال ها و مشکلات بسیار فراوانی روبرو شو و این دوره ریاست جمهوری ختم شو و بالاخره ریاست جمهوری جدید با نمایندگی هر کس که با وجود میه و رئیس جمهور میشه بالاخره بگن که تمام مشکلات از دوره گذشته بر ما مانده بود. ما باید یک فرهنگ مدیریتی و اقتصادی را مطلق باید از بین ببریم که جنجال های یک مدیریت بالای مدیریت دیگه باید نندازیم. نهایت کوشش کنیم که در هر جای ما وظیفه اجرا میکنیم بسیار صادقانه اجرا کنیم و عمو کمی و کاستی که ما به مدیریت ارتقا میکنیم یا میریم، او کمی و کاستی که از مدیریت گذشته میمونه او را از بین ببریم، اصلاح بسازیم. تحول و تغییر خامیره میگن. این به این معنا باید ما تمام پروژه های ملی و اقتصادی خود دقیقاً از این زاویه باید بررسی کنیم، نه از این زاویه که هر آن چیزی که در گذشته بوده و هر آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده و بسیار مشکل بوده ما تمام امو جنجال ها را سر مدیریت گذشته بپردازیم و بالاخره ما نتانیم که پروژه های ملی اقتصادی خود درست و اساسی طوری که افغان ها علاقه مندی داره و آرزویش است او را تطبیق کرده بتانیم. و در اواخر وزارت انرژی و آب یادآوری کردند که ما طرح پلان 5 ساله به خاطر رهایی از برق وارداتی را در کشور طرح میکنیم. فکر میکنین که در این خصوص چقدر هزینه برمی داره یک چنین طرح که باید تهیه شود تا رهایی پیدا شود از برق وارداتی در داخل کشور؟ ما فکر میکنم این طرح را که وزارت انرژی و آب روی دست دارن بسیار گام خوب است، نیک است برای ما شما و برای آینده ما شما بسیار ارزنده است. اما از اینه های طرحهای برق حدودا پول گزافی را در برداره، اما این شاید خود برای جزیاتش برای خود مسئولین وزارت انرژی و آب معلوم باشه. خب مهمی است که اگر این لحظه هم آغاز کنیم تا 2.5 میلیارد دلار ضرورت است تا طرح جامع عمل بپوشه. نسبت به بودجه افغانستان که میبینیم 2 میلیارد و 2.5 میلیارد دلار بسیار مشکل است که از عواید ملی به دست بیاید با بالای از این طرح مصرف شود. اما شاید امکانات وزارت انرژی و آب روی دست داشته باشد تا که از دونرهای خارجی پول به دست بیارن و بالاخره بتانن این پلان استراتژی 5 ساله برق در افغانستان بسازن. مهم چی است؟ مهمی است که ساخته شود، بله، مدیریت شود، برای ما حاصل بده و ما از برق بیگانه ها برایم و از برق داخلی و وطنی خود استفاده کنیم تا که اقتصاد ما رشد کنه. مهمی است. خیلی سپاسگزارم از حضورتان آقای تاج محمد تلاش، آگاه امور اقتصادی. تشکر. از شما همچنان سپاسگزارم تا که تا کنون همراه ما بودید. لیدونکو ستړي مشي سهار مو نیکمرغه آرینا نیوز څخه آغاز روز یا ورځ پیل خبرونه ګورئ. مننه کوم له خپلو همکاران څخه چې تر دې شېبو پورې خبرونه وړاندې کړله. د هغو موضوعاتو سره چې د ورځې یو مهم موضوعات و دې خبرونې په دې شېبو کې هم مهمو موضوع باندې چې موږ بحث لرو،
څو ورځې په د تورخم په لاره باندې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. لاره بنده وه، په ډیرو برخو کې افغانانو ته ستونزې پیښې شوې. خصوصا ویل کیږي چې افغان تاجرانو په دې برخه کې دوی ته یعنی ډیر زیات زیانونه ورسېدل. اوس دغه زیانونه څومره دي، دقیق امار څومره دي؟ د سوداګرۍ وزارت او تر څنګ د دغو ستونزو د حل لپاره بدیل لارې څه دي؟ خپل میلمه سره بحث کوو، خو تر هغې مخکې ریپورټ ګورو چې ریپورټ زموږ همکاران چمتو کړی. مسدود بودن راه تورخم و زیانی که در این 5 روز به افغانستان و پاکستان رسیده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در 5 روز مسدود بودن تورخم 8 میلیون دلار آمریکایی تنها به افغانستان ضرر رسیده است. تقریبا 6000 الى 7000 کانتینر ایستاد بود. بالای او که توقف مین، بالای او که دمرج مین، ای که جنس خراب میشه، در مجموع روزانه 1.5 میلیون دلار برای ما خساره میرسند. اگر ما یک هفته ای را بگیریم تقریبا اضافه از 7 میلیون یا 8 میلیون دلار برای ما خساره رسیده. نه تنها که برای ما خساره رسیدن، عین خساره برای پاکستان هم رسیدن. آقای الکوزای همچنان از دولت میخواهد که راه‌های بدیل گذرگاه تورخم را جستجو کند و به این وابستگی نقطه پایان بگذارد. در همین حال وزارت تجارت صنایع گفته است مسیرهای بدیل تورخم وجود دارد. خوشبختانه حکومت افغانستان یا وزارت تجارت صنایع از سال 2012 راه‌های بدیل را پیدا کرده و رویش کار میکنه، که بخاطر اگر در یک کشور مشکلی ایجاد شود ما راه‌های دیگه داشته باشیم که مردم افغانستان خصوصا مصرف کننده افغانستان متضرر نشه. 60% واردات افغانستان از مسیر تورخم صورت میگیرد. افغانستان تقریبا به طور کامل یک کشور وارداتی است که 96% نیازمندی های خود را تولید میکند و تنها 4% صادرات دارد. په همدې موضوع سره په سټوډیو کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند ښاغلی مسافر قوقندي دی. ښاغلی سرتي سارم په خیر. مننه قوقندي صاحب، د خبرونې په فایل کې لومړنۍ پوښتنه چې غواړم تاسو سره یې مطرح کړم، ستاسو دقیق امار څه دي؟ افغان تاجرانو دغه څو ورځې چې د تورخم لاره بنده وه، څومره زیان ورته اوښتی؟ د لوی څښتن تعالی په نامه تاسو ته سلام، ستاسو هم تخنیکي همکاران ته، ټول هغه لیدونکو اورېدونکو که زموږ تصویر د آریانا نیوز نګوري، هغوی ته سلامونه وړاندې کوم. هیله مند یم چې د روژې میاشتې په خیر تیر شي او عبادت هم د خدای په دربار کې قبول شي. بدون شک مسدود شدن گذرگاه تورخم یا خط فرضی تورخم تاثیرات منفی را بالای واردات افغانستان یا همچنان بالای صادرات افغانستان داشته، اما خوشبختانه این زود گذر بوده. دوباره از 48 ساعت گذشته را برای آبرین و همچنان برای کالاهای تجارتی باز شده. همیشه حکومت افغانستان یا همیشه وزارت تجارت صنایع بالای کشورهای همسایه یک صدا کرده کوی که مسائل سیاسی را و مسائل اقتصادی را با هم خلط نکنیم، چون مسائل اقتصادی برمیگرده به اتباع امو سرزمین که مردم فقیر هر کشور هست. وزارت تجارت صنایع تلاش کرده پس از سال 2012 و اوایل سال 2013 تا راههایی را که از چند نگاه هم بدیل خوب بتانه بشه و هم بتانیم از راههای دیگه به بنادر آبی وصل شویم و هم از نگاه مسئولیت بتانیم که با هزینه کمتر مسئولیت را به دورترین نقاط دنیا برسیم، چون هم واردات ما هم صادرات ما بهتر شود. که بالای از او کار کردیم. خوشبختانه تفاهمنامه 3 جانبه را شما شاهد هستین که به حضور داشت جلب رئیس صاحب جمهور افغانستان چند پیش در ایران امضا شد، که استفاده مشترک 3 جانبه از بندر چابهار است. اما ما در 3 سال گذشته بنابر مشکلاتی که در مجرای دیگه وجود داشت، روند ترانزیت افغانستان از ایران افزایش یافته، که از بندر عباس یا بندر امام خمینی و همچنان استفاده آیسا آیسا آغاز شد از بندر چابهار. بخش دیگه که میخواه افغانستان انشالله به آینده نزدیک عضویت از او را بگیره، اما سازمان تیراسیکا هست که یک سازمان حمل نقل هوایی جاده و هم آبی هم خط آهن است که اونجا بگیریم. تفاهمنامه استفاده کوریدور لاجوردی تقریبا نهایی شده بین 5 کشور، در آینده نه چندان دور امضا خواهد شد و راه خط آهن که دهلیز لاجوردی رو به افغانستان وصل میکنه تا کمتر از 3 ماه دیگه به ولایت فاریاب بندر آقینه داخل میشه و انشالله باز هم جلب رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان در افتتاح خط حضور خواهند داشت، که از او را ما میتانیم که
به دو خط وصل شیم. یک خط که از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه می رقم به اروپا هست و خط دیگه از ترکمنستان به قرغزستان، قزاقستان، چین هست که ما کالاهای وارداتی از چین هم داریم که مشخصا بر اساس پیشبینی های اولیه که نشان میده یک کانتینر کالا که فعلا از چین میرسه او زمانی که باز از چین وارد افغانستان میشه تا 5 برابر قیمتش کاهش پیدا میکنه. خب مسئله خط فرضی تورخم یا درگیری که متاسفانه رخ داد یک مسئله بود که از قبل اعلام ناشده بود و تجارای ما خبر نبودن از مورا کالا می آوردن، اما مطمئنن که ما یک رقابت سالم در منطقه به وجود آوردیم. بدون شک هر کشوری که سهولت بیشتر در برابر ترانزیت ما ایجاد کنن، ترانزیت ما از کشور رو به افزایش میشه. اوس مختر دې چې ستاسو د بدیل لارې عملا کار پیل کړي، ازینو برخه عملا کار پیل کړي، ځینو په راتلونکي کې پیل کړي. اوس د پاکستان سره بل اخر دغه ستونزه خاموش بي کیږي، کله زموږ موټر دروي دي په مارس کې یا هم په هر بهانه باوجود دې چې موږ تجارتي اړیکې دواړه هیوادونه یو بل سره لرو، اوس سوداګری وزارت څکه وی خب پاکستان سره باندې کی څنګه دی مسئله که درگیری متاسفانه رخ دادی یک مسئله بود که در بخش مسئله اقتصادی تجارتی نقش نداشت، اما ما با وضعیت که به سازمان تجارت جهانی خوشبختانه گرفتیم و هفته پیشم ولسی جرگه افغانستان او را روز شنبه ببخشیم ولسی جرگه افغانستان در تاریخ 29 او را چه کرد؟ تایید کرد. دیگر کشورهایی که عضویت سازمان تجارت جهانی رو دارن هیچگاه نمیتونن که در برابر ترانزیت افغانستان دید دوگانه داشته باشن. یعنی نه هندوستان نه پاکستان دیگر مشکل ترانزیتی با 163 کشور که عضو سازمان تجارت جهانی حل شده. یکی از مزایای عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و یکی از تلاش های حکومت افغانستان که بتونن ایرا هرچی عاجل بگیرن که خوشبختانه در یک مدت متوسط تا 11 سال گرفتیم ای به خاطر عزیز که دیگه مشکلات ترانزیتی ما حل شده. من نقوقندی سبوست پاکستان سره د پاکستان او د افغانستان تجارتی اړیکې تر پخوا هي شوی دي بدی شوی دي تاسو نه واره. خب اهداف ما در سفر که رئیس جمهور به پاکستان داشتن و برنامه هایی که بود باید افزایش پیدا میکرد، اما این تعهدات دوجانبه را میخواد که هم از طرف افغانستان هم از طرف پاکستان باید متحد به تعهدات خود باشیم و خاطر عملی شدن از اینکه افزایش پیدا کنه. اگر مشکلات باشه همین رقم بعض وقتا بعض مشکلات های دیگه به این افزایش نه بل کاهش خواهد یافت. بله اوس که چری دغه اړیکې لا نوری خراب شي ځکه پاکستان هیواد ویلی چې موږ د تورخم در په تورخم کې دروازه لګو او د دې مخنیوي څوک نشي کولای، فکر نه کوم چې دا به د افغان تاجران لپاره نورم ستونزمنه شي. خبره خوب اون مسئله که دروازه هست یا نیست، مسئله بین افغانستان و پاکستان هست از مجرای دیپلماتیک. همین اون که با شما صحبت میکنیم حیات ده اونجا رفته، خط فرضی دیورند قابل قبول مردم افغانستان نیست. از او خاطر ما گفتیم به دلیل از اینکه مصرف کننده ما متضرر نشه، صادرات ما کاهش پیدا نکنه، تجار ما ضرر نکنه، ما راه های بدیل خوشبختانه داریم. برتان گفتیم یک رقابت سالم در منطقه به وجود آوردیم و خواهش ما ای است که از تمام کشورها و پیشنهاد ما ای است به تمام کشورها، نه تنها که خواهش، چون افغانستان هم جایگاه خود در منطقه داره، به عنوان کوتاه‌ترین نقطه وصل آسیای جنوبی به آسیای مرکزی که ما با 3 کشور آسیای مرکزی مرز مشترک داریم خوشبختانه. اگر در گذشته جایگاه جغرافیای افغانستان به عنوان یک تهدید بوده، حالا خوشبختانه به عنوان یک دستاورد است، به عنوان یک جای خوب و یک نقطه بسیار قلب آسیا برای ما بسیار از نگاه ترانزیت موثر واقع میشه که برنامه های که حکومت افغانستان با منطقه داره شما خودتان خبر دارین. امی است که ما چنان سیاست را که در برابر ترانزیت و تجارت کشورهای منطقه داریم، خواهش ما یا پیشنهاد ما ای است که اونا هم چنان سیاست را داشت و اگر نداشت ما مطمئنن که بازم از مسائل گفتگو استفاده می‌کنیم، ورنه باز میتونیم که ما هم تصمیم خود در بخش حکومت بگیریم. وست سوداگری وزارت نوی رهبری پر اتک سره د سوداګر لپاره کومه اسانتیاوی نورې تاسو برابرې کړې دي چې عملاً هم د سوداګر تری برخه مند دي؟ خب امی که وزارت سازمان تجارت جهانی را گرفتیم یک سهولت بسیار خوب بر تجار هست. در پاله از این وزارت تجارت یا حکومت افغانستان پل ارتباطی بین تولیدات داخلی یا صنعتکارا، تجارا و همچنان مردم یا مصرف کننده یا مستهلك هست که ما باید چنان بلنس مد نظر بگیریم که هیچ کدام از این متضرر نشه. در اولویت کار وزارت تجارت صنایع در 5 سال آینده افزایش تولیدات داخلی و حمایت از تولیدات داخلی و صنایع هست.
که ما باید صنعت خود افزایش بدیم، رشد بدیم، دیگر بر ما قابل قبول نیست بیلانس منفی تجارتی. باید کارهای صورت بگیره که ما در برنامه 5 سال خود گنجانیدیم که با همکاری نهادهای مختلف دولتی بله. که ما انشالله در 3 سال یا 4 سال آینده یک کشور حداقل بیلانسش مساوی باشه باید بروکنیم. داخلی تولیدات نه تاسی یادونو کرد تاسی نوسوار و داخلی تولیدات اوس په کومه برخه که مونږ خط تولیدات لرو؟ خب خوشبختانه که بین 16 تا 21 قلم کالا یا نزدیک به خودکفایی شدیم یا خودکفا شدیم، بسیار خوب هست. حمایت از تولیدات داخلی خودش نشانگر هویت ملی افغانستان است، نشانگر تعهد حکومت افغانستان در برابر تولیدات داخلی است. همین که تصمیم گرفته شد که مواد خام که وارد افغانستان میشه باید تکس مالیش به 1% کاهش پیدا کنه. تمام نهادهای حکومتی مکلف هستند کالای مورد نیاز خود که در افغانستان تولید میشه تا 15% اولویت به تولیدات داخلی بدن. زونهای اقتصادی که زیر کار از اونها ساخته میشه تا سرمایه گذارا بیاین اونجا سرمایه گذاری کنن. اینا کلش تعهد حکومت افغانستان در برابر خصوصا وزارت تجارت در برابر تولیدات داخلی هست. و در پله ازی در 2 سال گذشته با آن که روند تجارت کاهش یافته، اما خوشبختانه صادرات ما افزایش یافته که یک دستاورد مهم در بخش حمایت از تولیدات داخلی است. داخلی تولیدات پر با افغانستان که تاسو د ملاتړ څخه یادونه وکړه، ولې داسې بازارونه نشته دي مشخص چې مونږ د خپل داخلي تولیدات هلته کیښودل شي تر څو خپل افغانان وکولی شي مغز یې نه خپل داخلي تولیدات ترلاسه کړي تر څو مونږ یو مصرفي هیواد ونه اوسیږو خپل تولیدات ولرو؟ ببینین ما بر شما یک کالای تولیدی افغانستان برتان مثال میتم که امروز خوشبختانه بالای دسترخانه همه ما شما نوشیدنی های غیر الکلی افغانی هست. اگر آب است، اگر جوس است، این خودش یک دستاورد است. مسئله دیگه که در بعضی از برنامه های تلویزیون خوب شما آریانا نیوز که بر مردم خبر دادنی است که ما اگر 4 سال 5 سال پیش تولیدات داخلی ما در بخش کفش یا بوت بسیار به مشکلات مواجه بود، امروز ما تولیدات داخلی ما که بوت هست در باکشرهای منطقه با ترکیه رقابت کرده میتونه. صدها هزار جوره در داخل افغانستان تولید میشه و به فروش میرسه که حداقل اندک توجه شده و مشکلات چنه کم مرفوع شده. اما پدیرش میره بیا هم به هر نه دغه توکی رازی چیز مونږ دی توپ غرزه کم ما میشه. گفتم که بوتای ما حالا در منطقه کفشای که در افغانستان تولید میشه یا نوشیدنایی که در افغانستان تولید میشه با منطقه رقابت کرده میتونن. مهمی از زمانی که ما میگیم رقابت کرده میتونیم پس بازارم براش وجود است. ما در بخش نوشیدنای غیر کلی خود صادرات داریم خوشبختانه و اما مطمئن هستم کفشایی که در افغانستان تولید میشه وقتی که بازارهای خوب داخلی داره و آل یک حس ملی در وجود تمام خصوصا قشر جوان وجود داره که از تولیدات داخلی بیشتر استفاده میکنن، این خودش مژده و نویدهایی است به خاطر حمایت از تولیدات داخلی. و ما مطمئن هستم وقتی که زمان در 3-4 سال پیش بر شما یک 2 قلم کالا را مثال دادم که کمک اندک توجه شد که نوشیدنی غیر الکلی و همچنان بوت هست، تولید کفش در افغانستان است. اگر ما بتونیم که توجه خود بر اساس عواید یا بر اساس که از اینکه حکومت افغانستان تواناییش حمایت کنه، ما مطمئن هستم امروز هویت ملی ما و هویت افغانی ما که از تولیدات داخلی ما باز هم افزایش پیدا می‌کنه در منطقه بازارهای خوب داره، نه تنها در منطقه بلکه در جهان. من نه اوس مونږ داخلی تولیدات کوم هیوادونو کې ډیر سینورو هیوادونو ما قبل از اینکه وضعیت سازمان تجارت جهانی رو بگیریم تا 50 کشور تولیدات ما میرفت. 50 کشور یعنی هر کشور اگه 10 بازار داشته باشه میفهمین چند بازار می، هر کشور 100 بازار داشته، اما تا 50 کشور کالاهای تولیدی افغانستان بازار داشت و صادرات میشد. حالا خوشبختانه که به 163 کشور دیگه ما میتونیم تولیدات خود را برسانیم، اما باید بازم برمیگرده بر خود ما که توجه کنیم به خاطر کیفیتش، به خاطر استانداردش، به خاطر بسته‌بندیش که بازارهای 163 کشور بازارهای خوب بر تولیدات هم صنایع افغانستان که صنایع خوب دستی افغانستان داره، هم تولیداتش که میوه‌جات و سبزیجات است افغانستان چون طبیعی اینا تولید میشن، زیاد از کود کیمیایی یا استفاده نمیکنن، چند برابر هم قیمت کالا بالاست و هم بازارهای خوب وجود داره. بله حتما دلیدونکو به ذهن که به دغه پختنه هم راضی چه د لاجورد و دلاری موضوع څنګه ده تاسو ان شاء الله تا 3 ماه دیگه ما بر شما گفتم که رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان او را افتتاح خواهند کرد و خط آهن از یک مسیر دیگه وارد افغانستان میشه که مسیر بندر آقینه ولایت فاریاب هست و برنامه یا بخش دومش که از بندر آقینه تا شهرک اندخوی است او هم کارش آغاز میشه. از این راه ما میتونیم که به 2 طریق وصل شیم، هم به چین و هم به اروپا که یک راه بسیار مهمه که تا کنون
در منطقه وجود نداشتی تبدیل خواهد شد بین پنج کشور. من نه یو چنه چه افغانان زوریگی هم تریویر لری بی کیفیت تو کی دی که دی مرزونو ندی خاطر آوری دی کنترول دی پرستاسو نوی پالیسی چه دی؟ خب ما اداره نرم استاندارد داریم که اداره نرم استاندارد و بعضی از وزارت هایی است که وزارت زراعت آبیاری و مالداری در بخش کالاهای خوراکی هستند، وزارت صحت آمد در بخش کالاهای آرایشی و بهداشتی هستند. همچنان اداره نرم استاندارد تقریبا 6 سال یا بیشتر از اون میشه که کیفیت کالاهای نفتی را او به دوش داره. مطمئنن که نسبت به سالهای پیش کالاهای بی کیفیت وارد در افغانستان کم شده و بیشترین کالاهای بی کیفیت که متاسفانه از مرزهای باز صورت میگیره. و مسئله دیگه، ما هم من حیث یک شهروند، من حیث یک افغان مسئولیت داریم که زمان کالای بی کیفیت میبینیم با نهادهای مسئول هماهنگی کنیم و اگر ما کالای بی کیفیت نخریم دیگه بازار پیدا نمیکنه و بهتر شده نسبت به سالهای پیش. ورود کالاهای بی کیفیت، دوای بی کیفیت در افغانستان کاهش یافته. و خو یعنی یو کال مخکی هم د خلکو دغه ویره او دغه شکایتونه هم و چې د افغانستان اقتصاد سیاسي شوی دی، تاسو نه واورو څومره د موضوع د سیاست نه اقتصاد لري شوی دی لا یا لا پکې خیل دی؟ خب سیاست و اقتصاد لازم ملزوم یک دیگر است و سیاست های خوب میتونه که سبب کار رشد اقتصادی شه. همین رقم که برنامه هایی که رئیس جمهور در 18 ماه گذشته آغاز کردند که بله، نه تنها مردم افغانستان از او خوش است بلکه جامعه جهانی هم بر از او قابل حیرت است که در مدت کم پروژه های بسیار بزرگ اقتصادی در افغانستان یا عملی شده یا در حالت عملی شدن است. این خودش نماینگر از این است که شخص رئیس جمهور توجه خاص به بخش بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان دارد. متاسفانه در سال گذشته رشد اقتصادی ما افت داشت و دلایل مختلف داشت که ما نمیخوایم اینجا بگیم، اما پیش بینی هایی که نشان میده امسال افغانستان بین 3.5 تا 4.5% رشد اقتصادی خواهد داشت، این خودش نماینگر عزیز و این رشد رشد واقعی است. یعنی رشد زمانی که ما تا 11% یا 12% رشد اقتصادی در سالهای پیش داشت، اینا رشد واقعی نبود، تمامش کمکایی بود که در افغانستان می آمد مصرف میشد و هر سرباز آمریکایی به ده ها هزار دلار در داخل افغانستان مصرف میکرد، او رشد نشان میده. اما اگر ما بتانیم که بین 4.5 تا 6% رشد که داشته، اگر 1% هم باشه رشد واقعی باشه، به نفع افغانستان است، به نفع زیربناهای افغانستان است و مطمئن هستیم که در سال 2016 ما رشد خوب اقتصادی داشتیم و رشد واقعی داشته باشیم که تمام نهادهای ملی و بین المللی او را به دیده قدر بنگرند. دوست افغانستان خلق دیر چیز اوریگی دی اقتصاد و دی امنیت برخه ده. امنیت و سیگی و اقتصادی و چخه و سیگی زکر پا دی ورسته که اقتصادی سنوز دی خلق دیر زیاده شولی و چه زیری دی خلق دی پارا لره چرا تلون که دی پارا بلاخره دی افغانستان اقتصاد دی پارا دی سوداگری وزارت نوی پالیسی چه دی؟ ما بر شما گفتم که زمانی که ما توجه به تولیدات داخلی میکنیم خودش اشتغال زایی میشه. برنامه را که چند پیش رئیس جمهور اعلان کرد که در 3 ماه آینده تقریبا بیشتر از 200 هزار نفر شامل کار میشه، این خودش یک نوید بسیار خوب هست. پروژه هایی که در داخل افغانستان عملی میشه، پروژه های ملی و بین المللی، این خودش سبب اشتغال زایی میشه. وقتی که اشتغال زایی شد مطمئنا که اقتصاد مردم خوب میشه. و مسئله مهمتر دیگه ای است که وزارت تجارت صنایع زمانی که عضویت سازمان تجارت جهانی را گرفت، کشورهای کم انکشاف یافته مثل افغانستان زمانی که عضویت سازمان تجارت جهانی را میگیرن، ای بین 2.5 تا 3.5% رشد اقتصادی داشته این کشورها. وقتی که رشد اقتصادی داشته باشیم خودش نماینگر از این است که اقتصاد مردم افغانستان خوب میشه. ببینین اگر ما بخیر سر از تاریخ اول 2017 وقتی که پروژه تپی داخل افغانستان کارش آغاز میشه، من مطمئن هستم به هزارها باشنده افغانستان زمینه اشتغال برابر میشه و قراردادهایی که به خاطر ساخت بنادر و انهار است و توجهی که شخص رئیس جمهور و وزارت تجارت به خاطر حمایت از تولیدات داخلی و جذب سرمایه گذاری است، اینا کلش زمینه ساز اشتغال زایی است و بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در 2016 و 2017 خواهد بود. دی پنگانی په برخه کې چې مو اوس یادونه کړه، اوس دغه اوس حالتونو کې د بهرني سوداګر څومره زړه کې چې په افغانستان کې پنګونو کې عملا شته دي؟ بدون شک ما وقتی که تلاش کردیم یک پکیج از افغانستان یا از معرفی افغانستان که در کدام بخش ها ما میتونیم جذب سرمایه گذاری کنیم او را ساختیم. رئیس جمهور در هر سفر که داشتن، وزیر صاحب تجارت در هر سفر که داشتن و در کشورهای مختلف گرفتن، نشست خاص با سرمایه گذارا و تجارا داشتن و افغانستان برشان معرفی کردن.
کشورهای بسیار زیاده که آذربایجان، قزاقستان، روسیه، هند و کشورهای عربی در 6 ماه گذشته سرمایه گذاری بسیار بزرگشان، تاجرهایشان آمده در افغانستان از نزدیک دیدن. یکی که تبلیغات سو منفی که از طرف رسانه های بین المللی در مورد افغانستان هست، خب بدون شک اونا از واقعات افغانستان آنطور که لازم است خبر ندارن. مطمئنن که رسانه های داخلی ما هم خصوصا تلویزیون آریانا بسیار زیاد از سهولت هایی که ایجاد شده در بخش جذب سرمایه گذاری به مردم اطلاع میتن. این خودش سبب دلگرمی میشه و سال 2016 یا سال 1395 به فال نیک گرفته و مطمئن هستیم که امسال روند سرمایه گذاری یک بار دیگه در افغانستان افزایش یعنی بیرد شروع شویده بدون شک. بله سکه یه وره ویریدلی و خلق خب حتی داخلی پنگوال مسئله ای است که در تمام کشورها زمانی که مسائل انتخابات میشه، مسئله تغییر قدرت میشه، یک اندازه ای روند کن میشه، اما در افغانستان بنابر هر دلایلی که بود یک اندازه به درازا کشید. از همون خاطر حال مردم بالای برنامه های حکومت وحدت ملی شخص رئیس جمهور باور کامل دارن و بارهای نیروهای امنیتی خود باور کردن که میتونن از تمام ارضی افغانستان دفاع کنن. از همون خاطر یک بار دیگر خوشبینی ها به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان آغاز شده و ده ها میلیون دلار است که در حالت سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان است. اوسته پنگانی په برخه کې ټول افغانستان کې از مرکز کینه دی پنګوالو دی سهولتونو دی پاره تاسو او دی امنیتی وزارتونو سره څومره همغږي لري چې باید هغه پنګال خپل امنیت هم غواړي په روسیه؟ بدون شک یکی از اولویت ها امنیت است که ما مورد توجه خاص حکومت وحدت ملی قرار داره. بالای 5 یا 6 زون اقتصادی بسیار به شدت کار جریان داره زمانی که وقت و پکیج است و هر دوست ملی و بین المللی میخواد که در یک بخش سرمایه گذاری کنن، ما معرف هستیم که در کدام زون ما سرمایه گذاری کنین، چقدر اونجا مسئولیت دارین، چقدر بازار دارین، چقدر مواد خام براتان نزدیک است و بازارهای ملی و بین المللی انرژی زمین تمام چیز براتان نزدیک است. اونا میتونن که بر اساس دید بسیار دراز مدت 10 15 20 50 سال سرمایه گذاری خود بکنن و مطمئن باشن که سرمایه گذاریشان رو به رشد خواهد بود. بله اوست نو خلق هغه نیخنی لري که بالاخره د افغانستان اقتصاد خرابیده ده. ایراتون که د پاره بخی کیده باندې د زیر تصور کوي نه بدون شک وقتی رشد رشد اقتصادی افغانستان دوباره به حالت بلند شده هست و مطمئنن که ما امسال رشد اقتصادی خوب خواهیم داشت که انشالله باز این حقیقی رشد بوسید بدون شک امسال ما هر چقدر رشد اقتصادی شد این رشد حقیقی است و مطمئنن که رشد اقتصادی افغانستان دوباره در حالت بلند شدن از در امسال. بله دیره من نکست اصلا گردون سخدران و لیزم ترس را پس لیدیو که دی سوداگری وزارت ویان که اغلای مسافر کوکندی و اوس لند دامه که و تردامه رس بیا هم ساسو دران حضور تره گرزو. پادشی بو کې د کابل زینې چاپی ورسپانی موږ ته را رسیدلې چې نوی موضوعات پکې خبره شوې دي. غواړم چې د خبرونه پادشی بو کې د ورسپانی ولولم. د سرنوش ورسپانی څخه پیل کوو. د سرنوش ورسپانی په لومړي مخ کې لومړنی عنوان چې لیکل شوی دی په حکومت کې دننه پنځم ستون څرګند شو، دغه مطلب لوی لیکل شوی دا درته وروسته لولم چې مکمل تفصیل په دوهم مخ کې خپور دی. د دوه مطلب چې دلته خپور شوی په دې ورځ پاڼه کې بامیان ته د برېښنا د مزو غځولو تړون لاسلیک شو. د بغلان له دوشي ولسوالۍ تر د برېښنا مزې د غځولو چارې چې پرون یې تړون لاسلیک شو د 1498 کار تر لیندې میاشتې به بشپړه شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې یو شمېر خلکو له دې امله اعتراضي لاریونونه وکړل او غوښتنه یې کوله چې د یوې بلې پروژې د 1500 میګاوالټه برېښنا مزې د کابل ارغندې ته د پروان د سالنګ پر ځای د مرکزی ولایتونو له لارې وغځول شي. ولسمشر د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیسیون وټاکه. کمیسیون وپتله چې د 1500 میګاواټه برېښنا مزی د مرکزی ولایتونو پر ځای د سالنګ له لارې وغځول شي، ځکه چې د سالنګ لاره لنډه او لږ لګښت پرې راځي. پاکستانی پولیسو 340 افغانان نیولي. پاکستانی پولیسو په تیرو دریو ورځو کې په پیښور کې 340 افغان کډوال نیولی دي. د پاکستانی او شمیر رسنیو د خیبر پښتونخوا د پولیسو د یو مشر عباس مجید په حواله خبر ورکړی چې په تیرو دریو ورځو کې
340 افغان کډوال نیولې دي. هغه زیاته کړې چې دا کډوال د پیښور ښار له بېلابېلو سیمو څخه د چانیزو عملیاتو پر مهال نیولې، چې په دغه کې یې د اوسېدو البته په پاکستان کې دغو افغان کډوالو د اوسېدو هغه قانوني اسناد نه درلودل. د نوموړي په وینا چې په پیښور ښار کې به د ناقانونه میشتو بهرنیو وګړو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوی دوام ورکوي. بل سرټکټ چې دلته لیکل شوی دی دا وروسته لولمه. تر هغې مخکې زموږ همکار رحمت الله زیارمل د ننګرهار ولایت څخه د ټلیفون په کرښه موږ ته په دې باندې الو احوال راکوي چې د روژې مبارکه میاشته ده. د ننګرهار اوسېدونکي اوس دغه روژه کې په څنګه فضا کې ژوند لري، امنیتي وضعیت دوی څنګه دی، د داعش موضوع څه شوې ده، او تر څنګ اقتصادي موضوعات څنګه دي، هوا څنګه ده، په دې ټولو سره خبرې لرو. زیارمل صاحب سلام، سهار مو پخیر. ډیره زیاته مننه زوم تاسې او خوږو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه زیارمل صاحب، غواړو د ننګرهار د خلکو له حال او احوال څخه خبر شو. بالاخره د روژې مبارکه میاشته ده، ننګرهاریان په څنګه فضا کې اوس دغه ژوند شېبي تیروي؟ مننه، ډیره جالبه ده همدغه اوس چې له کوم ځایه تیریږم ګورم چې په سلګونه مېرمنې او کونډې یتیمان د دوو هاغلو سوداګرو د کور مخې ته راټول شوي، او دوی سره چې ځینو سره ما خبرې وکړلې دوی وایي چې مجبوریتونو اړ کړي د دوی د کور مخې ته راشي تر څو دغه سوداګر ورسره کومک وکړي. تر دې وړاندې یوې بلې غونډې ته تللی وم چې هلته د ژوند خیریه بنسټ د اتیا حقوقو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وکړلې چې هغوی تقریبا زنو سره ما مرکی وکړلې وای چې همدا بیګا تم پناري دي. اقتصادي وضعیت د دې خلکو تر دې کچې په امنیتي لحاظ باندې په تیرو 24 ساعتونو کې د بهرنیو ځواکونو د 2 بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په پایله کې د اچین ولسوالۍ په مامن او ځنو نورو سیمو کې لږ تر لږه 20 دای جنگیالي وژل شوي، او یو شمېر نور هغه ټپیان دي. د والی ویان د تاوله خوګړی وایي په دغو عملیاتو کې د داعش د جنگیالي یو شمېر شپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. بل پلو بیا په ممندري ولسوالۍ کې ځانمرګ بریدګر غوښتل د ملي اردو مسؤلین په نخه کې خو موخې ته د رسېدو وړاندې د افغان ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. همدغه رنګه د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ځینو عملیاتو کې یو شمېر دولت مخالفین نیول شوي، او ځینې کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د اوس لپاره چې په ختیځ کې تر ټولو حاد او ګرم موضوع ده، هغه د تورخم موضوع ده چې کته هم ورمه ورځ شاوخوا ته بجې د تورخم مزه ده مسافرو د تکراتک پر مخ تانستل شوی دی، مګر نام په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. تیر ورځ هم ما د ځینو مسافرینو سره خبرې وکړلې، ځینې هغه چې په پېښور کې د اوسېدلو دپاره کارټونه ورکول شوي د یونیسیر او د پاکستان د حکومت په ګډو تفاهماتو کې، یعنې ماجر کارټونه ورته وایي، او ځینې هغوی چې پخوا هلته تللي دي او بیا یې شناختي کارټونه اخیستي د پاکستان نشنلټي اخیستي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېدله، او د ځینو کسانو ویزې هم خورا زیاتې چټکېدلې، پر ځینو که به یې شک شو نو بیا یې نه ورکولې. دا هغه ستونزې دي چې لا هم افغانان نه شي کولای چې پاکستان ته د پخوا په څېر د تورخم له دروازې تېر شي. یعنې اوس د تورخم موضوع دومره ډېره نه ده حل شوې، صرف جګړه درېدلې ده، ستونزه همغه ستونزه ده. افغانان بغیر د ویزې او پاسپورت نه شي تللی. بله، ستونزه حل شوې ده، مګر د تورخم موضوع چې تېره اونۍ تورخم د سختو جګړو شاهد و لام په بشپړ توګه تورخم دي شوی نه دی. هغه تورخم چې وخت د ګټي واټي مرکز و، او دغه هلته به په زرګونو خلکو کاروبار کولو، او د دې تر څنګ حیاتي لحاظ باندې د تورخم ګمرک او د هغې نه بیا رادی خوا د ننګرهار ګمرک چې په تورخم ولاړ دی ډېر زیات عواید دي درلوده، عواید ترلاسه کول اوس نو لام عادي حالت ته نه دی راغلی او د پخوا په څېر عادي شوی نه دی. تر ټولو بله ډېره مهمه موضوع چې دغلته دغه ده ته چې په پاکستاني رسنیو کې هم تعقیب کړې وي چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو امنیتي ستر سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې دوی به یو ځل بیا په تورخم کې پر دروازه کار شروع کړي، او هغوی چې برید پی وکړي ځوابي برید ومن کړي. بل خوا بیا افغان حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څرګندونې درلودې، او هغوی ویل پرته له تفاهمه په تورخم کې چاته د دروازې د لګولو اجازه نه ورکوي. په رسنیو کې د دغه ډول څرګندونو له اورېدلو وروسته
یو ځل بیا حالات یو څه ترینګلی ښکاري او هغه ځکه چې په خلکو کې ویره خوره ده. تاسې ولیدل چې د تورخم په جګړه کې عام په مومندري ولسوالۍ کې په یو کور کې د پاکستاني ځواکونو یوه مرمۍ ولګېده چې دوه ماشومان پکې ووژل شول. نو معنا دا چې د تورخم مزي ته نږدې هغه کورنۍ چې اوسېږي هغوی تر هغوی ډېر زیات اندېښمن دي. خلک اوس ډاډمن نه دي، ډېر زیات دی په دې موضوع باندې چې جګړه خلاصه ده او ستونزه حل ده، خلک په ویره کې دي. بله، تر هغې چې د تورخم د دروازې د لګولو په اړه د افغان حکومت او پاکستاني چارواکو ترمنځ بشپړ تفاهم ونشي یا په بشپړ توګه د کار د ودرېدو اعلان ونشي او یا بشپړ توګه د کار د شروع کېدو، نو تر هغې پورې به وضعیت عادي حالت ته ستون نشي. وي به کار به روان وي، د تورخم مزی به د هغوی په مخ خلاص وي چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه لري، مګر هلته د کاروبار پخوانی حالت تستنیدل، د ټولو مارکیټونو خلاصېدل، هلته د مسافرو خوراک تګ راتګ او ګڼه ګوڼه دا به هغه څه وي چې وخت ته به اړتیا ولري. بلې، زیارمل صاحب، اوس د دې موضوع نه چې بېرته راوګرځېږو اقتصادي برخې ته، مخکې تاسو یادونه وکړه چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، څنګه اوس هلته د کورنۍ سره دغه کوم تاجران چې په ننګرهار کې اوسېږي مرستې کېږي؟ بلې، څه موده وړاندې، تقریبا څو ورځې وړاندې، د بیا بنیاد خیریه بنسټ هم له نورستان راغې خوا بیا کونړ ته مرستې رالېږلې وې او بیا همدغه رنګه په ننګرهار کې هم په ځینو کورنیو باندې هغوی سره نمونېخاني وکړله او اټکل دی چې ډېر ژر به پلو ویشل شي. د دې تر څنګ ځینې نور سوداګر هم چې د تېر په څېر د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو مشرو زکات نه ځینو په بېوزلو کورنیو ویشي، خو جګړې خورا ډېر زیات خلک هم دغه کړي ځپلي دي. په ډېرو ولسوالیو کې جګړه وه او لا جګړه ده، هلته امنیتي وضعیت خراب دی، ډېرې کورنۍ ښار ته نږدې سیمو ته راکډه شوې دي او هغوی چې ځینې راکډه شوې دي ان دا چې د کالیو نه پرته نور ټول شته یې په هماغه خپلو سیمو کې پرېښې. د بېلګې په توګه د شینوارو او د خوګیانیو د ځینو ولسوالۍ چې هلته ډېرې سختې جګړې وشوې، هلته د داعش وسلوالو د خلکو کورونه ونیول او هغوی یوازې سر بچ کې، نو هغوی په ښار ته نږدې او ښار کې سیمو کې ډېر بد ژوند لري او یا ډېر سخت ژوند لري. د دې تر څنګ جګړه هر ورځ په افغانستان کې لږ تر لږه په اوسطه توګه د شل کسانو ژوند اخلي، دا د یو چا زوی وي، د یو چا خاوند وي او بالاخره د یوې کورنۍ د مشر، نو د دغه ډول کسانو مړینه په اقتصادي لحاظ کورنۍ باندې ډېر بد اغېز کوي. بله، یعنې خلک اوس داسې شوي دي چې په کلي کې د داعش او د طالبانو د ویرې نشي اوسېدلی، په ښار کې د اقتصادي ستونزو د وجې نشي اوسېدلی. بالکل، دا خبره بېخي په زیاده محلي اداره اوس په دې برخه کې څه تاسو چې خبرې ورسره کړي څه تدابیر لري بالاخره د ننګرهار د خلکو ستونزو ته به رسېدګي وشي که نه؟ حداقل که نور څه نشي کولی، امنیت دپاره خو به یو څه کولی شي که نه؟ دې کې هېڅ شک نشته چې افغان سرتېري، زما د افغان سرتېرو نه هدف یوازې سربازان دي او یا امنیتي ځواکونه دي، نه د هغوی رهبري. دوی خورا ډېره زیاته قرباني ورکوي او دوی ان د خپلو کاکاریو په نظرانه کولو سره غواړي دې هېواد ته سوله راوړي. بله، دوی قربانۍ د ستایلو دي او هغه چې د بدخشان دی، هغه چې د پریاب دی، هغه چې د هلمند دی، هغه چې د کندهار دی او هغه راغلی په شینوارو کې د نیرار د خلکو لپاره امنیت ساتي، د هغوی د قربانۍ او د هغوی د دې هڅو باید ستاینه وشي. مګر رهبرۍ کې لا هم ستونزه موجوده ده، هغه که څوک خفه کېږي هم باید موږ یادونه وکړو، که په ولایتي کچه ده او که په امنیتي برخه کې لا هم ستونزه موجوده ده، او څنګه چې لازم ده هغه ډول رهبري نه کېږي. تاسې به لیدلي وي چې د روانې میاشتې په اولو ورځو کې په خوږیانیو ولسوالۍ کې هم د ولسوالۍ د ننه امنیتي مسؤلینو ته ماینونه کېښودل شول. دا په دې معنا ده چې لا هم په امنیتي برخه کې د ننه ځینې کړۍ او ځینې کسان شته دی چې هغه د دښمن لپاره کار کوي. بله، یعنې دښمن همدغو کسانو ډېر قوي کړی دی. زیارمل صاحب، اوس دغه بله اوس دا روژه کې قیمتونه څنګه دي په ننګرهار کې؟ خوراکي توکي، ماده مصرفونکي توکي څنګه دي؟ قیمتونه لوړ دي، ټیټ دي، متوسطه توګه دي؟ زه غواړم دې پوښتنې ته ځواب ورکړم، مګر په لنډو کې ستاسې د مخکېنۍ پوښتنې هغه دویمه برخه او هغه دا چې مسؤلین څنګه چې لازمه ده هغه ډول حق نه دي شوي. که څه هم په تېر کې د بېلابېلو بنسټونو او نړیوالو خیریه مرستندوی ادارو لپاره یو شمېر بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې شوې دي او ځینو لیستونه برابر شوي دي، ارګ له ځینو کورنیو سره مرسته کړې ده او ځینو نورو مسؤلینو، مګر له بده مرغه چې دولتي ادارې د مرستو په ویش کې ډېر زیات د مور و میری چلند کوي او ډېر کله هغوی ته نه ورسېږي چې اړ دي او یا د هغوی په نوم چې دغه مرستې راویستل کېږي. د خوراکي توکو د نرخونو په تړاو تاسو ته معلومه ده چې تورخم د هېواد یو مهم ترانزیټي بندرونو څخه دی.
او نیرار د پاکستان سره یا د پیښور سره پر پوله پروت دی. لا هم له بده مرغه چې افغانستان ته ډېر صادرات له پاکستانه کېږي یا ډېر واردات له پاکستانه کېږي، نو کله چې دغه لاره بندېږي نه یوازې دا چې په نیرار کې به د خونو په بیو باندې تاثیر کوي، بلکې د هېواد په نورو سیمو هم مستقیم متاثر کوي. له یوې خوا روژه او د بلې خوا د بندر بندېدل واقعا هم چې نرخونو باندې تاثیر کړی دی او نرخونه لوړ شوي دي. د شاروالۍ مسؤلین او هغوی چې د دې مسؤلیت لري هم د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي. ولایت هم فساد دی، په دغه اداره کې جوړجاړي فساد او اړیکې پالل هم د دې لامل شوي چې دوی نشي کولی ان داخلي تولیداتو نرخونه کنټرول کړي. د دوی مامورین ځي له هغوی چې دغه ډول غیر قانوني کړنې کوي، په دې اړه علمي شواهد هم لري، دوی ته ناسمې غوښتنې کوي، بډې ته نه اخلي او بېرته راځي په خپلو څوکیو کښېني. نو نه خو حکومت د دې د مخنیوي دپاره په ځانګړې توګه د جلال آباد ښاروالۍ د دې دپاره هغه ډول قدمونه پورته کړي څنګه چې اړینه ده، او له بلې خوا د لارې بندېدل هم د نرخونو په لوړوالي باندې مستقیم. یعنې اوس دغه ټوله ستونزه، ټول مشکل همدغه کسانو پېښ کړی دی چې څوک مسؤول دي په ننګرهار کې. درنو لیدونکو، زموږ همکار رحمت الله زیارمل د ټلیفون په کرښه د ننګرهار ولایت څخه موږ ته الو احوال راکړ. د ننګرهار خلک اوس فیلن امنیتي ستونزه خو یوه، اوس اقتصادي ستونزه هم ډېره زیاته شوې، ځکه دوی وایي چې که کلي کې موږ ژوند کوو نو کلي کې خو موږ طالبانو داعش نه پرېږدي، که ښارونو ته راځو نو د ښار ژوند هم مشکله دی، ځکه اقتصادي ستونزې لري. چون ننګرهار ولایت هم هغه ولایت دی چې ډیری وګړي په زراعتي ځمکو باندې کاروبار کوي، نو هغوی کولی شي چې خپل اقتصادي یا چارې د همدغو زراعتي برخو څخه برابرې کړي. اوس د ورځپاڼو هغه کومې پاتې برخې چې وې هغه به ولولم، بیا تر هغې وروسته خپرونې هم اخرې شېبې دي. په سرنوشت ورځپاڼه کې بیا هم بل مطلب چې خپور شوی دی، امریکا د افغان پیلوټانو د مرستې لپاره 100 سلاکاران افغانستان ته رالیږي، او په بغلان کې د ښوونکي بست په 80,000 افغانۍ پلورل کیږي. په دوام کې لیکل شوی دی، د بغلان ولایت اوسیدونکي د دغه ولایت د پوهنې ریاست د ښوونکو د ګمارنې په پروسه کې د پراخ فساد له شتون څخه شکایت کوي، او وایي چې د ښوونکي بست تر 80,000 افغانیو پورې خرڅ پلورل کیږي، یا بای هم دغمره ده. د بغلان اوسیدونکي نوریا 3 کاله وړاندې د بغلان پوهنتون له ادبیاتو پوهنځي څخه فارغه شوې، خو تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې د ښوونکي دنده ترلاسه کړي. په دې ورځپاڼه کې بیا هم بل مطلب چې مهم دی، دغه د ډیورنډ موضوعات او تر څنګ د پاکستاني پوځیانو تاسیساتو موضوع ده. پاکستان د هلمند په بهرامچه کې د تاسیساتو جوړولو کار نه دی درولی. په دوام کې لیکل شوی دی، د هلمند په بهرامچه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د رغولو چارې اوس هم روانې دي. په عاملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې پاکستان د هلمند په بهرامچه کې 5 کیلومتره دننه د افغانستان په خاوره کې تاسیسات رغوي، چې په وار وار یې په دې تړاو خپل غږونه اوچت کړي. تر اوسه پورې هېڅ کوم پاملرنه خاصه نه ده ورته شوې. اوس هغه مطلب چې دلته په ما مخکې یادونه وکړه چې په دوهم مخکې خپور شوی دی، غواړم ویل ولم. په حکومت کې دننه 5م ستون څرګند شو. د بغلان لپاره د طالبانو نظامي مسؤول چې د میدان وردګو د امنیت قومندان خلیل اندرابي په رینجر موټر کې کابل ته لیږدول کېده، له 2 پولیسو سره ونیول شو. د کورنۍ چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو پوځي مسؤول قاري ظاهر چې څه موده وړاندې د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ټپي شوی و، پرون هغه مهال چې کابل ته د درملنې لپاره را لیږدول کېده ونیول شو. سرچینه زیاته کړې چې د طالبانو یاد کلیدي کس بغلان ولایت اړوند او سیمو کې د تروریستي بریدونو په طرحه او سازمان کې فعال ګډون درلود. خو د بغلان ولایتي شورا مشر صفدر محسینی وایي چې یاد کس پرون د بغلان خنجان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شو چې د پولیسو د یو مقام پر رینجر موټر کې د 2 پولیسو په همکارۍ کابل ته لیږدول کېده. محسینی وویل
څو ځله د ملي یووالي حکومت ته وویل چې د دولت په اډانه کې ځینې خاین عناصر شتون لري چې له طالبان سره همکاري کوي او باید وپیژندل شي، خو چا ورته پاملرنه ونه کړه. دا مهال امنیتي ځواکونو قاري ظاهر د ملي پولیسو له دوو سرتیرو او رینجر سره نیولی دی. نوموړي ټینګار وکړ دا ښایي چې حکومت کې دننه داسې کړۍ شته چې له طالبان سره همکاري کوي او له حکومت څخه غوښتنه کیږي چې څوک چې له طالبان سره همکاره څیرې ملت ته دوی باید افشا کړي څوک چې دوی سره همکاري لري. د بغلان ولایتي شورا مشر د پولیسو د چارواکي هویت په ډاګه نه کړ، خو د سیمې خلک وایي چې دا رینجر موټر د میدان وردګ ولایت امنیه قومندان خلیل اندرابی پورې اړونده دی. اندرابی تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. بل مطلب چې په سنوش ورځپاڼه کې خپور شوی دی، جنرال دوستم د تورخم د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړه. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د تورخم د نښتې د قربانۍ سرتیرو له کورنۍ سره مرسته وکړه. تېره اونۍ د ډیورنډ پر فرضي کرښې تورخم کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو په نښت کې درې سرحدي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. دا نښته وروسته له هغې رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو هڅه کوله پر صفري نقطې دروازه ودروي، خو افغان لوري مخه ونیوله. د ننګرهار د ولي ویاند عطاالله خوږنی وایي چې د تورخم د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستې په موخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پلاوی پرون جلال آباد ته راغلی و. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال سلاکار مولوي محمد نبی ایوبي په مشرۍ راغلی پلاوی د یادو سرتیرو له کورنیو سره 15,000 ډالره نغدي او خوراکي مرسته وکړله. د خوګنی په وینا دغه مرسته د ولایت په مقام کې په داس حال کې چې والی سلیم خان قندوزی او نور چارواکي هم موجود وو د سرتیرو پر کورنۍ وویشل شوه. دی وایي چې د دې مرستې د ورکړې پر مهال د ولسمشر لومړي مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم د ننګرهار له والی سره ټلیفوني خبرې وکړې. والی او د سرتیرو کورنۍ ته د تسلیت مراتب هم وړاندې کړل. په سرنوشت ورځپاڼه کې سرټیکیو چې ما ولوستل دلته نورې ورځپاڼې هم شته. دی ویسا ورځپاڼه هم ده. په ویسا ورځپاڼه کې یو مطلب خپور شوی دی. سرتاج عزیز وایي پر تورخم به دروازه جوړیږي که برید وشي نو ځواب ورکوو. په دې سره پاکستان نه له افغانستان سره کومه هوکړه تر پښو لاندې کوي او نه هم له کوم نړیوال قانون نه سرغړونه کوي. بیا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان د ګډ پوځي کمیسون ترمنځ یې پر یوه سند خبرې شوي، خو پاکستاني ځواکونو د سند له نهایي کېدو وړاندې پر تورخم د دروازې جوړولو کار پیل کړی و. په دې ورځپاڼه کې بل مطلب چې نور مطالب خپر شوي دي، خو مخکې هغه په سرنوشت ورځپاڼه کې هم و. دلته د مشران جرګې مشر وایي حکومت په ځینو ولایتونو کې د طالبانو د فعالیت مخه نه نیسي. افغان حکومت وایي د بروکسل او وارسا کانفرانسونو لپاره د چمتووالي بهیر بشپړه شوی دی. د برېښنا موضوعات په دې کې سرنوشت ورځپاڼه کې مې ولوستل چې راغلي وو. د څراغ ورځپاڼه هم ده. په څراغ ورځپاڼه کې هم ډېر مطالب تکراري دي، یعنې په سرنوشت او ویسا ورځپاڼو کې هم خپار شوي وو چې د افغان کډوالو د ستونزو موضوع په پاکستان کې لمدی سره. درنو لیدونکو زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي.